در بخش از برنامه بانو بنفشه جان محبی کارمند در برنامه با خود دارین، به مخلا خوش آمدی میگم بانو محبی که زحمات میکشم در هر سه و کار میکنن در بخش ترک ایتیاد بانوان و امروز هم در برنامه با خود دارین و مخلا خوش آمدی میگم بانو محبی گرامیر در برنامه. سلام علیکم. اول از همه عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه بیننده های برنامه عصر حریبا. خوشحال هستم که در خدمت شما هستم و میتونم کمی از معلومات مردم عزیزم خود در زمینه ایتیاد و پیشگیری بالا ببرم. تشکر بسیار زیاد و بازم خوش آمدی میگم بانو محبی گرامی از اینکه در برنامه حضور یافتین. قبل از اینکه ما بریم روی پیشگیری صحبت بکنیم که چگونه میتونیم پیشگیری داشته باشین در عرصه ایتیاد با مواد مخدر، اگر شما یک معلوماتی در مورد خود مواد مخدر که مواد مخدر چی هسته یا به نحوی مواد روانگردان و چی تاثیرات میتونه روی افراد داشته باشه اشاره داشته باشین. بله، همینطور که به برنامه های گذشته ما روی عوامل ایتیاد، روی خود ایتیاد که چی هست، چه نابیماری هست و روی ای که چه عامل عمومی یا کلی باعث ایتیاد اشخاص میشه، به خصوص ایتیاد خانم ها و اطفال صحبت کردیم و روی پیامدهای اون صحبت کردیم. خوب است که در این برنامه درباره پیشگیری صحبت کنیم، منتها قبل از او همینطور که خود شما گفتین خوب است که ما باید معلومات کوتاهی داشته باشیم در قسمت ای که مواد روانگردان چی هست، به چه مواد ما روانگردان میگیم. خب در اصطلاح عام مواد روانگردان او دسته از مواد هست که بعد از اینکه وارد بدن انسان میشه و بعد از جذب باعث میشه که ساختار فیزیولوژیکی و یا ساختار اساسی وظیفه‌ای بدن تغییر بده. این مواد ممکنه که قانونی باشه، مثل الکل که در بعضی کشورها قانونی هست و یا نیکوتین، و یا ممکنه که مواد غیر قانونی باشه مثل هیروئین، چرس یا شیشه یا متامفیتامین که گفته میشه. و چگونگی اثر این مواد قسمی هست که وقتی که مواد داخل بدن انسان شد، تغییری که در ساختار وجودی بدن وجود میاره باعث تغییر در احساسات، ادراک، رفتار، سلوک و خلق و خوی انسان میاره و همین تغییر باعث میشه که شخص از اون حالتی که قبلا داشت، از حالت نرمالی که قبلا داشت، حال کامل تغییر بکنه. تشکر بانو محبی گرامی. و اگر شما اشاره داشته باشین روی از این که چی عوامل باعث از این میشه که خود اعتیاد یا سوی مصرف تبدیل به اعتیاد و استفاده اجباری از مواد مخدر در افراد بشه. بله، معمولا شاید مردم فکر کنن که تمام کسایی که از مواد مخدر یا مواد روانگردان سوء استفاده میکنن، همه اونها معتاد میشن و همه اونها رو میانن به صورت اجباری و یا منظم از مواد استفاده میکنن، در حالی که این درست نیست. خیلی از اشخاص هستن که برای دفعه اول، دوم یا سوم از مواد مخدر استفاده میکنن، ولی خب بر اساس همون موارد فیزیولوژیکی بدنشان یا بر اساس عوامل بیرونی و محیطی که داره باعث میشه که دیگه از مواد مصرف استفاده نکنه یا مواد ترک کنن و یا ای که تبدیل به سوء استفاده اجباری مواد نشه. ولی عامل مهمه که بخوایم بگیم که این عامل خیلی مهم هست به خاطر تبدیل سوء استفاده مواد یا یک بار استفاده کردن مواد به اعتیاد اجباری، همچی عامل واحدی وجود نداره، ولی تحقیقات نشان داده که معمولا یک جا شدن عوامل فیزیولوژیکی یا عواملی که داخل بدن انسان هست همراه با عوامل محیطی میتونه که تاثیر خیلی مهم و گسترده‌ای داشته باشه روی از اینکه یک شخص رو بیاره به طرف اعتیاد اجباری. میتونیم از این عوامل بعضی چیزها رو نام ببریم، مثل سبک زندگی های مختلف میتونه تاثیرگذار باشه به سر روی آوردن به طرف اعتیاد اجباری، مراقبت های اطفال، طریقه فرزند پروری ها، اینا خیلی تاثیر مهم داره، یا ای که همسالانی که در اجتماع هستن این هم تاثیر خیلی مهم داره که شخص تبدیل شه به یک شخصی که اعتیاد اجباری داره.
تشکر بانمای بی. بیشترین افرادی که کدام افراد میتونن آسیب پذیرتر باشن یا مستعدتر باشن به اعتیاد به مواد مخدر و زودتر وابسته میشن نسبت به افراد دیگر به این مواد؟ معمولا چون که اشخاصی که مواد مخدر استفاده میکنن، گفتیم که مواد مخدر روی مغز تاثیرات مستقیم داره، به همین خاطر معمولا نوجوانا چون مغزشان در حال پیشرفت هست، در حال تغییر هست، وقتی که از مواد مخدر سوء استفاده بکنن، حالا فرق نمیکنه اینجا نوجوان خانم باشه یا آقا و یا اطفال، حتی ممکنه که تاثیرات بیشتر روی از اونها داشته باشه، اونها آسیب پذیرتر باشه. چرا؟ به خاطر از اینکه اولی که سوء استفاده مواد تاثیر مستقیم همونطور که گفتیم روی بعض نواحی از مغز داره که وظیفه اصلی داره، وظیفه اصلی تصمیم گیری، وظیفه اصلی ای که بتونه مغز دستور بده، قضاوت بکنه، عواطف و احساسات، همه اینا رو مغز تصمیم در نظر داره، روی همون قسمت از مغز تاثیر میکنه مواد مخدر. و همچنین دیگه مسئله ای هست که کسی که نوجوانی که در معرض استفاده مواد مخدر باشه، سوء استفاده داشته باشه، معمولا از نظر مشکلات خانوادگی، مشکلات صحی، مشکلات روحی روانی و مشکلات صحی بیشتر در معرض خطر هست. پس میتونیم بگیم که نوجوانان، حالا خانم های نوجوان و یا آقایان نوجوان و اطفال بیشتر در نظر هستن که سوی مصرف از اونا بیشتر عامل میشه که آسیب پذیرتر باشه. بانو مایی بگیرم، یک مسئله هست که ما همیشه در هر بیماری میگن که میگن پیشگیری بهتر از درمانه. بله. در بخش مواد مخدر چی راههایی وجود داره و چگونه میتونن پیشگیری صورت بگیره از اینکه فرد مبتلا به مواد مخدر نشه یا قبل از اینکه وارد از این مضر اجتماعی میشه بعد بتونم پیشگیری داشته باشم از اعتیاد به مواد مخدر؟ خب همینطور که خود شما گفتیم، پیشگیری وقایه یا پیشگیری یک مسئله هست که همیشه ما میگیم پیشگیری پیش از بهتر از درمان هست و کم هزینه تر هست، مفیدتر هست و بیشتر واقع بیشتر مفیدتر میباشه به یک بیماری. حالا در بیماری اعتیاد هم میتونیم اینو بگیم که پیشگیری به معنی یه هست که شخص نره به طرف مواد یا یه که جلوگیری کنیم از زیاد شدن خطرات استفاده مواد. معمولا وقایع کار میکنه که صحت افراد تضمین میکنه و همچنین مسئولیت یا امنیت میده به افراد تا افراد بیشتر به طرف مواد مخدر نرن. چگونه کار؟ معمولا در پیشگیری روی دو قسمت مختلف کار میشه. مسئله اول مسئله هست که ما کوشش میکنیم از ازرار یا مواردی که روی آوردن به طرف مواد زیاد میکنه از او جلوگیری میکنیم. چه قسم جلوگیری میشه و کاهش میشه؟ به سه کاتگوری از انسان ها ما میتونیم کار کنیم به روی پیشگیری. یکی انسان هایی که در معرض خطر هستن، یعنی اشخاصی که ممکنه افراد و یا اعضای فامیل یک شخص باشه که استفاده کننده مواد مخدر هست، پدر شخص مواد استفاده میکنه، خانومش و اطفالش در معرض خطر هستن. اطفالی که بیشتر در خانه از نظر روحی روانی در ثبات نیستن و یا که در فامیل از نظر عاطفی در فامیل بزرگ نشدن که بتونن بعض تصامیم خودشان بگیرن و یا قدرت های نگفتن داشته باشن و یا بعض مسائل دیگر، قدرت تصمیم گیری یا دیگه مسائل داشته باشن، این اطفال تحت خطر هستن. ما به قسمت کاهش اضرار و یا جلوگیری از پیشرفت روی ای اشخاص کار میکنیم به وقایع و میتونیم ای اشخاص تحت پوشش خود قرار بدیم تا جلوگیری کنیم از اینکه ای اشخاص برن به طرف مواد مخدر. یعنی روی اشخاص سالم ولی تحت خطر و یا در معرض خطر کار میشه، به خاطر از اینکه ای اشخاص
خدای نکرده نرم به طرف مواد مخدر. کار دیگه که انجام میشه به طرف روی اشخاصی هستن که تازه مواد مخدر استفاده میکنن، یعنی از یک نوع استفاده میکنن، شروع کننده هستن، نوع شروع کردن به استفاده مواد مخدر. این اشخاص هم باید از نظر اسرار و یا از نظر ای که چه مشکلات ممکنه مواد مخدر یا انواع و اقسام استفاده مواد مخدر بر از اونا پیش میاره آگاهی داده شون. پس کاتگوری دوم ما اشخاص هستن که تازه روی آوردن به مواد مخدر، یک بار یا دو بار یا چند بار استفاده کردن، مدت زمان کوتاه‌تر استفاده کردن، برای از اونها خدمات مختصر داده میشه، یعنی خدمات داده میشه که آگاهی کامل پیدا کنن از این که واقعا اگر پیش رونده باشه مواد استفاده موادشان چه تاثیرات زیاد روی از اونها داره. و کاتگوری سوم کسانی هستن که استفاده میکنن و اعتیادشان پیش رونده شده، اعتیادشان شدیدتر شده، ولی شاید نتونستن از چندین نوع مواد استفاده کنن و ما میتونیم برای اونها آگاهی بدیم که استفاده بیشتر از اونها باعث چی بیماری ها و یا چی مشکلات بیشتر قانونی اجتماعی و فامیلی برای اونها میشه. به این قسمت ما فقط به خاطر کاهش اضرار و جلوگیری از اضرار استفاده مواد مخدر این کارا را انجام میدیم، یعنی آگاهی دهی میکنیم و کوشش میکنیم که اشخاص از اضرار مواد مخدر آگاهی پیدا کنند، که البته این آگاهی ها ممکنه که در سطح مکاتب باشه، ممکنه در سطح فامیل ها باشه، ممکنه در سطح پانتون ها باشه، در سطح جامعه شه از طرف رسانه ها باشه، که فقط چیکار میکنه؟ فقط آگاهی میده، از به صورت مستقیم آگاهی میده به مردم که اضرار مواد مخدر چی هست. قسمت دومی که ما کار میکنیم این هست که ما شناسایی میکنیم فاکتورهای حفاظتی اشخاص، یعنی اشخاص مختلف داخل اجتماع ممکنه فاکتورهای حفاظتی بتونیم برای اونا پیدا کنیم که روی نیاورن به طرف مواد مخدر. به خاطر از اینکه ما هدف اصلی پیدا کردن فاکتورهای حفاظتی این هست که ما کوشش میکنیم یک تغییر مستقیم در دیدگاه ها و باورهای اشخاص مختلف بیاریم تا اونا تمایلات و یا سلوکشان به طرف رفتارشان به طرف مواد مخدر تغییر بکنه. خب البته با آوردن تغییر مؤثر در سلوک و رفتار از اونا، باورشون نسبت به استفاده مواد مخدر تغییر میکنه و باعث میشه که اونا به طرف مواد نرن. این مداخلات کمک میکنه که ما نشانه های مختلف و یا علائم مختلف را که در محیط های اجتماعی و یا عاطفی مثل خانه، مکتب و محیط کار داشته باشیم، اینا را ما پیدا کنیم و بتونیم رفتار جدید را جایگزین بسازیم و رفتار جدید اجرا بکنیم در مقابل رسی. مثلا ما میتونیم که روی اشخاص مختلف از افراد جامعه به خصوص اطفال کار بکنیم تا نحوه مقاومت در برابر تعاملات یا تعارف یک مواد مخدر یاد بگیره. دقیقا همون چیزی که قبلا ما صحبت کردیم روی سو، یعنی این تغییرات در سلوک و رفتار از جای شروع میشه که شخص اول باورهاش، اعتقاداتش و تمام اجتماعی شدنش از داخل خانواده بنا نهاده میشه و از همون جا یاد میگیره که چه رفتارهایی رو انجام بده. حالا اگه یک طفل در زمان کودکی از دارای یک خانواده باشه که از هر نظر، از نظر عاطف و از هر نظر حمایت شده و تعدابش با از نظر روانی بسیار با خوبی گذاشته شده، از نظر عاطفی تضمین شده، این طفل وقتی به مکتب میره به مکتب هم احساس موفقیت میکنه، به مکتب هم احساس میکنه که میتونه که یک شخص خیلی موفق باشه. وقتی بزرگتر میشه به محیط کار هم به همین صورت و این شخص کمتر میتونه در معرض خطر استفاده مواد مخدر باشه و برعکس از این هم میتونیم مثال بزنیم که شخصی که برعکس باشه، یعنی شخصی باشه که از نظر روحی، از نظر روانی
دچار کمبود باشه، در خانه عواطفش تضمین نشده باشه و این وقتی که داخل مکتب میره همون نیازهاش برآورده نمیشه، احساس سرخوردگی و احساس خوب نمیداشته باشه و همین باعث میشه که اگر کسی برش مواد مخدر تعارف کرد یا همسالانش یا همتاهایش یا کسی در اجتماع، زودتر میتونه این قبول بکنه و زودتر رو میاره به طرف استفاده مواد مخدر. تشکر بانو محبی، روی از این راه هایی که برای پیشگیری استفاده میکنن اشاره کردن، به نظر شما پیشگیری از کدام سطح شروع بشه بهتره؟ گفتن زمانی که فرد یا کسانی که در معرض استفاده از مواد مخدر باشن، کسانی که استفاده میکنن و کسانی که شدیداً میام از مواد مخدر استفاده میکنن، از این ستون پیشگیری صورت میگیره. پیشگیری در این بخش میتونه مفیدتر باشه یا از سنین طفولیت بیایم آموزش ها داده بشه و قبلا خودتون ما اشاره کردیم روی خانواده ها اینا، مفیدیت از این دو نوع شروع پیشگیری چی میتونه باشه؟ خب همینطور که بیشتر گفتم وقایه یا پیشگیری کلن به دو سطح انجام میشه و همزمان انجام میشه، چون ما همزمان باید به کسایی که در معرض خطر هستن هم خیلی کار بکنیم و روی کسایی که استفاده کننده هم کار بکنیم و همچنان به سطح که گفتیم به سطح خانواده یا جامعه. منتها یک چیز را من واضح بسازم که تاثیرگذاری سطح های کوچک روی سطح های بزرگ خیلی مهم هست. یعنی سطح کوچک مثل خانواده، مثل مکتب، مثل محیط کار، مثل مسجد، مثل اطراف یک خانواده، این عوامل و یا چیزهایی را که باعث میشه شخص داخل این مراکز کوچک تر که هنوز وارد اجتماع نشده، همین عوامل که باعث میشه این شخص داخل این مراکز رو بیاره به طرف مواد و یا روی نیاره به طرف مواد، این خیلی تاثیرگذار هست روی جامعه بزرگتر. یعنی نرم ها، عقاید، رسوم، باورهای انسان ها در سطح های کوچک خیلی تاثیر مستقیم میگذاره روی سطح های بزرگ. وقتی که ما چند تا خانواده موفق داشته باشیم، چند تا خانواده داشته باشیم که اشخاص موفق را بتونن تربیه بکنن، خب مشخص هست که ما میتونیم یک جامعه موفق تر و یا اجتماع بهتر داشته باشیم و عاری از مواد مخدر. پس بنابراین کار کردن در هر دو برنامه مهم هست، ولی نیاز هست که کار شود در سطح بزرگتر. یعنی ما اگر همچنان کار کنیم، مثلا در داخل خانواده کار کنیم، داخل مکتب کار کنیم، داخل محل کار کنیم، داخل اجتماعات بزرگتر کار کنیم، همه باید دست به دست هم دیگه بدن و یک جا با هم دیگه کار بکنن و یک برنامه واحد درست شود که بتونیم در کل اجتماع تاثیرگذاری زور بیم. تشکر و نروی از این که گفتنی داشته باشیم برای افرادی که احتمالا در خانه خود کسی دارن که وابستگی به مواد مخدر و که بیان از مسئله پیشگیری استفاده بکنن که قبلا شما اشاره کردین، میتونه چی کمکی برای از این افراد کرده باشه تا این فردی که در خانه از اون وجود داره بتونن به صورت موفقانه کمک بکنن که مواد مخدر ترک بکنه؟ بله، اشخاصی که همونطور که گفتیم اگر در معرض خطر باشن، یعنی اگر یک فامیل یک شخص داشته باشه که اعتیاد داشته باشه یا سوء مصرف مواد مخدر داشته باشه، اعضای خانواده ازو باید آگاهی کامل در مورد اضرار پیدا بکنن و یا خود آگاه بسازن. یک چیز واضحی هست که حال جامعه ما معمولا تمام مردم جامعه کوشش میکنن که آگاهی پیدا کنن از هر نظر. یعنی معمولا در یک خانواده، در یک خانه حتما گوشی هست، اینترنت هست و یا به غیر از این رسانه ها و یا مطالعات خیلی میتونه کمک بکنه. پس اشخاصی که شخص دارن به داخل خانه خود که از مواد استفاده میکنه، اول خودشان آگاهی خود بالا ببرن که چی رقم مواد مخدر چی هست، اعتیاد چی رقم بیماری هست، هم بتونن به او شخص کمک کنن و هم خود از اضرار مواد مخدر و یا روی آوردن به طرف مواد مخدر جلوگیری کنن و خود حفاظت بکنن. هم این مسئله هست
و میگه اگر جلسات قبلم گفتیم شخص دارن به داخل خانه، چه مرد باشه چه زن، اگر استفاده کننده مواد مخدر هستن به این فکر نباشن که توسط ازدواج از اونها، توسط تغییر از اونها، توسط تغییر محل کار از اونها و یا توسط برنامه های دیگه که فکر میکنن مفید باشه، توسط از این کوشش نکنن که او رو درمان بکنن. بهترین مشوره ای هست که حتما به یک روانشناس مراجعه کنن. اگر واقعا از اعتیاد شخص باخبر هستن و میفهمن که مواد مخدر استفاده میکنه، حتما او رو راجع کنن به مراکز تداوی اعتیاد، چه مردانه و چه زنانه که در در هرات خوشبختانه ما چندین مرکز داریم، 3 مرکز خانم ها داریم، 2 مرکز آقایان داریم و میتونیم که به صورت رایگان دولتی میشه از او خدمات استفاده بکنن. توصیه ما به کسایی که داخل خانواده خود این شخص دارن حتما این هست که به یک روانشناس و یا به مرکز تداوی اعتیاد حتما مراجعه بکنن و او شخص راجع بسازن تا بتونه از مشوره های مرکز مستفید شوه و مشخص شوه و ارزیابی شوه که این در چه سطحی هست، چه کمکی میتونن بررسی بکنن و چه خدمات نیاز داره. و به اشخاص دیگه جامعه، اشخاصی که مثل ما مادرایی هستیم که در جامعه هستیم، فرزندان رو تربیت میکنیم و یا معلمین یا کسایی که به محل کار هستن، به همه اینا نظر من این هست که خوب است اول که ما همینطور که خود شما گفتین اعتیاد چیزی هست که اپیدمی شده، یعنی زیاد شده و داخل اجتماع رو به رشد هست. خوب است که همه ما معلومات کافی در مورد اعتیاد، در مورد این بیماری، در مورد عوارضش، در مورد پیامدش، هم عاملش، همه اینا معلومات داشته باشیم. یکی این مسئله و دیگه ای که مسائل عاطفی و روانی خیلی مهم هست که ما بتونیم در داخل خانواده در با اطرافیان خود، با اطفال خود بتونیم او را تامین بکنیم تا باعث شود که یک شخص سالم‌تر و مفیدتر به جامعه تقدیم کنیم، که او شخص بتونه قدرت داشته باشه که تصمیم بگیره، قدرت داشته باشه که نبگه، قدرت داشته باشه که قضاوت بکنه و بفهمه که چه چیزی درست هست یا چه چیزی غلط. تشکر بسیار زیاد بانو محبی از حضور شما در برنامه. و اگر در آخر کدام گفتنی داشته باشه؟ تشکر از اینکه وقت دادین و صحبت کردم بر مردم عزیز و محترم خود. گفتنی خاصی ندارم. انشاءالله در برنامه های بعدی روی پیشگیری و چه رقم پیشگیری ها در سطح های بزرگ و یا سطح های کوچک میتونیم انجام بدیم، میشه که یا آگاهی در آینده بر جلسات بعدی به اختیار مردم گرامی خود قرار بدیم. تشکر بسیار زیاد و ما هم به امید او روزی هستیم که به جایی از که بیایم روی مشکلات صحبت بکنیم، روی درمان ها صحبت بکنیم، روی پیشگیری صحبت بکنیم و این پیشگیری یک مسئله مهمی باشه که قبل از اینکه ما به مسئله روبرو بشیم. بازم تشکر میکنم از حضور شما، از حرفای خیلی خوب شما و در جلسات آینده روی پیشگیری هم قسمی که خود شما اشاره کردین با هم خواهیم بود. تشکر میکنم همچنان از بیننده های گرامی که تاکنون ما همراهی کردن، بیننده برنامه خود بودن. فعلا میان برنامه کوتاه میگیریم و بعد از میان برنامه دوباره برمیگردیم با ادامه ما همراهی کنیم.